به نام خداوند یکتا و یگانه عرض سلام دارم خدمت تمامی شما هموطنان عزیز هر گوشه دنیا که هستین. انشالله که همتان جور صحتمند باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و دور از گزند روزگار در امان باشین. باز هم در نیم ساعت مهمان خانه های شما ایزان هستیم. برنامه خودتان، برنامه رسم زندگی آغاز شد و همیشه ما در نیم ساعت کوشش ما برای است که بتونیم موضوعات مهم را روی بس بگیریم تا بتونیم اندک مشکلات شما را حل بسازیم و خداوند بر هر یکتان استعداد و توانایی خوب را عطا کرده تا بتونن که از او استفاده خوب داشته باشین. پس چی خوب است که هر یک ما از این فرصت ها استفاده خوب داشته باشیم و در زندگی افکار مثبت داشته باشیم، انگیزه مثبت داشته باشیم. زمانی که صبح را آغاز میکنیم چی خوب است که با یک برنامه ریزی خوب تا پایان روز همچنان کارهای ما را انجام بدیم. خدا کنه که روزتان تا این دم به خوبی و به خوشی سپری شده باشه و در پایان روز همچنان یک ارزیابی خوبی داشته باشین. خوشبختانه مهماندار هستیم در برنامه. جناب مصطفی انوری استاد دانشگاه با ما هستن در کنار ما و در مورد عدالت اجتماعی که چطور بتونیم عدالت اجتماعی را تعریف خوب داشته باشیم، درک و مفهوم اصلی از عدالت اجتماعی داشته باشیم و بتونیم که در زندگی ما پیاده بسازیم و همچنان در یک اجتماعی که زندگی میکنیم افراد او اجتماع عدالت از حق و حقوق بیشتر برخوردار هستن و چطور بتونیم که یک عدالت خوب را پایدار بسازیم در دولت و نظام ما بیشتر از استاد میشنویم. اما قبل از اینکه صحبت ها را با استاد داشته باشی پس سی معلوماتی آماده نشر از میره ما هم یک دو تماشا میکنیم. عدالت اجتماعی عنوان عدالت آرمان انسانی است و سابقه به قدامت عمر بشر دارد. از سپیددم آفرینش بشر آن را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته و به آن روی آورده است و مبنای قوانین و قضاوت قرار داده است. هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی‌عدالتی، کینه و دشمنی را در قلب ها پدید نمی آورد. عدالت از مهمترین واژه ها در قاموس تمدن بشری به شمار می رود که رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری ترین امور محسوب می شود به گونه ای که هیچ انسانی این موضوع را انکار نمی کند. این واژه به معنای برقراری توازن و تعادل در نظم اجتماعی در بیشتر فرهنگ های کهن وجود داشته است. عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین آرمان های بشری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. در اندیشه شرق باستان، عدالت اجتماعی از جایگاه والای برخوردار بوده است. یکی از قدیمی ترین آثاری که به مسئله عدالت اجتماعی پرداخته است. در اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت اجتماعی از جایگاه والای برخوردار بوده است. فیلسوفان سیاسی مسلمان از جمله فارابی، ابن سینا و به ویژه خواجه نصیرالدین طوسی عدالت اجتماعی را مورد توجه خود قرار دادند. پس این معلوماتی رو با هم یک جا تماشا کردیم که رد مستقیم در رابطه با موضوع برنامه داشت و شما هم اگر نظریات پیشنهادات خوبی دارین در مورد برنامه میتونید که با 488 کلید 47 فشار بتونید و بتونید که ارسال کنید و همچنان پول ارتباطی دیگه هم صفحه فیسبوک برنامه و همچنان شماره تماس برنامه 0220-220-93 میتونید که تماس بگیرین و اگر سوال دارین از استاد بپرسین. سلام استاد، وقتتان بخیر، خوش آمدین. سلام، عرض احترام دارم خدمت شما، خدمت بیننده برنامه تان. امیدوارم که انشالله خوب صحتمند باشه، زنده و سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم استاد که شما رو در کنار خود داریم. موضوع امروز هم عدالت اجتماعی است. میام در نخست یک مقدمه یا تعریف می داشته باشم از شما میشه. بله، موضوع بسیار خوبی است. بحث داغ امروز هست جامعه افغانستان و در کل دنیا. بحث عدالت اجتماعی بحث بسیار پررنگی هست. اول باید بدانیم عدالت اجتماعی یعنی چی. خود عدالت اجتماعی تعاریف متفاوت داره، منتهی تعریفی که بسیار بجا و منطقی به نظر می رسد ای است که عدالت اجتماعی یعنی تخصیص منصفانه منابع، تخصیص منصفانه منابع و توزیع برابر فرصت ها هست. یعنی ما منابع را به صورت منصفانه تخصیص بدیم در هر برای هر شهروند یک کشور
و همچنان فرصت‌ها را به صورت برابر برایشان توزیع بکنیم. این مفهوم عدالت اجتماعی هست. خود عدالت به معنای کلی میتونیم اینطوری بیان کنیم که عدالت به مفهوم هر چیز را به جای خودش قرار دادن یا هر چیز را به جای خودش نهاندن، این را میگه عدالت. که عدالت وقتی با اجتماع ترکیب میشه، یعنی ما تلاش کنیم که در اجتماع جامعه مردمی که در اجتماع زندگی میکنن وقتی فرصت ها را در اختیارشون قرار بدیم فرصت برابر باشه و همچنان منابعی هم که است این منابع هم تخصیص منصفانه پیدا بکنه. بسیار خوب استاد، خود عدالت از کجا سرچشمه میگیره و چطور ما بتونیم که یک فرد از حق و حقوق خودش باخبر باشه، آگاه باشه و همچنان بتونه که عدالت های اجتماعی را در یک اجتماع در مقابل دیگران در نظر بگیره و همچنان در مقابل خودش همچنان در این مورد بدانم بیشتر؟ بحث عدالت بحث امروز هم نیست، یعنی از زمانی که خداوند بشر را خلقت کرده، بشر را دارای کرامت انسانی آفریده، انسان ها همه دارای کرامت انسانی هستند و در جامعه ای که زندگی میکنن از بد بزی که انسان ها داخل اجتماع شدن یک قرارداد اجتماعی با هم دیگر بسته کردن، در حقیقت آن شما وقت تاریخ را مطالعه میکنید میبینید که انسان ها در وقتی در عصر امروزی زندگی میکنن اینطوری نبودند، از کوه ها و مغاره ها پایین شدن داخل اجتماع آمدند. وقتی داخل اجتماع آمدند بحث حق و حقوق مطرح شد و اینجا هست که حق و حقوق هم که مطرح میشه باز آدم ها چون متفاوت هستند، ویژگی های متفاوت دارند، توانایی های متفاوت دارند. بله. در اینجا شد بحث حقوق مطرح شد و بالخصوص بحث قوانین وقتی پیش آمد. در اینجا در جامعه ما افراد متفاوت داریم، قوانین متفاوت داریم. وقتی قوانین را وضع میکنیم چطور قانون وضع شود برای تمام افراد، آیا عام شمول باشد یا نه ما قوانین فقط برای افراد خاص جامعه وضع میکنیم. پس این است که وقتی بحث قاعده و حقوق مطرح میشه زمانی است که انسان ها داخل اجتماع میشن، یعنی وقتی عملا اجتماع شکل میگیره بحث عدالت مطرح میشه، بحث قانون و حقوق مطرح میشه. شما میدانید وقتی در یک اجتماع انسان در اجتماع نباشد، در یک کوه و در یک دشت ما قانون و عدالت اجتماعی نداریم، قانون وضع نمیکنیم. قانون وضع میشه به خاطر از اینکه در حقیقت به خاطر همان انسان ها هست. وقتی شما قواعد حقوقی را هم تعریف میکنید میگین حقوق مجموعه قواعد و مقررات الزام آور است که به خاطر حضور افراد در جامعه برشان وضع میشه. یعنی ما یک سری قاعده و مقررات قانون گذار ما وضع میکنه برای افرادی که در جامعه حضور دارند تا ارتباط اینها را با همدیگه تامین بکنه، تا ارتباط اینها را با همدیگه بدون مشکل بسازه. وقتی قانون و قاعده وضع میکنیم یعنی به این معنا که همگی به عدالت اجتماعی پابند باشن، نظام ها، حکومت ها، افراد به حق همدیگه احترام بگذارن. وقتی افراد به حق همدیگه احترام گذاشت و نظام ها از این حق حمایت کرد، او زمان است که تمام فرصت هایی که وجود داره انسان ها به مسهم خودشان، به توانایی خودشان از فرصت ها میتونن استفاده کنن. دقیقاً. و قبل از اینکه به پرسش را از استاد داشته باشیم وقفه داریم، پس از وقفه هم ما را دنبال کنیم. ما در جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه نابرابری و ناملایمات بسیار زیاده در بین مردم وجود داره. استاد، در جامعه ما امروزه قسمی که همه مشاهد هستیم، همیشه با کسایی که در سطح بالا قرار دارن و در مرحله زندگی و کسایی که در سطح پایین از زندگی قرار دارن یک سری ناملایمات و نابرابری وجود داره، ولی افرادی که همیشه در طبقه پایین زندگی میکنن خودشون را کم احساس میکنن و همیشه به خاطر بدست آوردن حق و حقوقشون مبارزه نمیداشته باشن و اصلا از حق و حقوقی که اونا در یک کشور یا در یک جامعه که زندگی میکنن که همان جامعه خود ما افغانستان هست آگاه نیستن. اینا چطور میتونن که به حق و حقوق زندگیشان یا همچنان شهروندیشان در یک جامعه دست پیدا کنن و چطور آگاه شون که همیشه عدالت در مقابل همه یکسان هست و یکسان باید تطبیق شود؟ بیشتر از شما بشنویم. ببینید در جامعه ای که ما زندگی میکنیم، در جامعه افغانستان افراد متاسفانه تقسیمات شدن به تیپ های متفاوت. ما سطح فقیر جامعه داریم، سطح ثروتمندان جامعه داریم. در این جامعه که ما زندگی میکنیم یک جامعه اسلامی است، ما در یک جامعه به نام افغانستان زندگی میکنیم، اما شما از طرف دیگه میبینین که همین مردمی که در افغانستان زندگی میکنن تفاوت های زندگی زمین تا آسمان است. بسیار از آدم ها چنان پول دارن یعنی از خرج کردن و مصرف کردنش به جنجال ماندن که در کجا مصرفشون بکنن. بسیاری از آدم ها نان شب روز خود ندارن. همانطوری که شما میدانید چند وقت پیش خود رئیس جمهور به صراحت بیان میکنه که 90% مردم در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی 90% مردم فقط در روز $2 درآمد دارن که 150 افغانی 160 افغانی میشه. با این 160 افغانی واقعا سه وعده غذا خوردن نمیتونن، اینا مجبورن که در 24 ساعت فقط یک وعده غذا بخورن، کرای خانه دارن و تمام مسائل دیگر. ما میخوایم تفاوت ها را بیاین در اینجا بسنجیم.
نه ای که مردم خبر ندارند که قانونگذار چه امتیاز برشان در نظر گرفته. ما قانونی ما حکومت ها را مکلف کردن، نظام را مکلف کرده که یک سطح زندگی مناسب را به مردمش فراهم بکنن. همانطوری که شما شاهدم بودین که بسیار از زمامداران ما بسیار داد می زدن که ما در اقتصاد مردم تغییر ایجاد میکنیم. چرا؟ چون این وظیفه شان است، یعنی از مکلفیت های نظام است. وقتی مردم در یک جامعه زندگی میکنه، حکومت وظیفه و مکلفیتش است که این مردم را به یک نحوی تغییرات در زندگیشان ایجاد بکنه. همانطوری که اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به صراحت بیان میکنه که حکومت ها مکلفیت داره که مردم کشورش را از گرسنگی فارغ بکنن. یعنی فراغت از گرسنگی یک حق اساسی برای تمام شهروندان محسوب میشه مطابق اسناد حقوق بشری. و همچنان اسناد حقوق بشری که اعلامیه جهانی حقوق بشر است و میثاق های بین المللی است، از طرف قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده. ماده 7 قانون اساسی ما آمدیم به صراحت اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری را به رسمیت شناختیم و ما مکلف هستیم به یک نحوی که مطابق اسناد حقوق بشری رفتار کنیم. و حتی اگر اسناد حقوق بشری هم نباشد، ما بهترین حقوق بشر در اسلام داریم. اسلام هم حتی از ما تقاضا را داره که ما بیاییم آدمایی که در جامعه چیزی ندارن، آدمایی که مشکلات دارن در جامعه، دست اینا را بگیریم. متاسفانه در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، تفاوت‌ها در هر مرحله، در مرحله زندگی همینطور، در بحث قانون‌گذاری، قانون وقتی وضع میشه یکی از ویژگی‌هایش عام شمول بودن قانون است. یعنی بالای همگان یکسان تطبیق شود. یکسان هم منظور این است که تساوی به صورت مساوات تطبیق شود، منتها یکسان به این معنا که اگر دو فرد متفاوت با دو ویژگی متفاوت اگر کدام عمل جرمی را انجام می‌دهند، ما بیاییم این دو فرد متفاوت با دو ویژگی متفاوت را با دو مجازات متفاوت برشان در نظر بگیریم. عدالت یعنی این. عدالت یعنی این که ما با دو فرد متفاوت با دو ویژگی متفاوت که عین رفتار جرمی را انجام دادن مجازاتی متفاوت در نظر بگیریم. مثلا اگر میبینیم که یک سابقه جرمی داره، یک آدم بسیار خائن است، خیانتکار است، جنایت این جرم اولین نیست که انجام داده، سابقه جرمی هم داره، اینو میبینیم که با دو سال حبس اینا اصلاح نمیشه، با دو سال زندان یا حبس فرستادن، اینا رو 5 سال حبس بکنیم، اینو میگه عدالت. اما یک کس دیگه سابقه جرمی نداره، اولین بار است که جرم انجام داده، اشتباهی یک رفتار جرمی رو انجام داده، عدالت اینو اقتضا میکنه که ما این به یک سال دو سال هم اصلاح میشه، دو سال یک سال به حبس روان کنیم. منتها ما در تلاش ازی باشیم که نهادهای قانون گذاری ما قانونی که وضع میکنه به صورت عام است. از طرف دیگه وقتی نوبت به مجریان قانون میرسه، این مجریان قانون بیاین قانون بالای همگان به صورت عادلانه، عدالت اجتماعی را در نظر گرفته، فرصت‌های برابر را برای افراد شهروندان خود، برای شهروندان کشور خود در نظر بگیرند تا تمام شهروندان عقده‌ای به بار نبیاین. وقتی شما میدانید که فرصت‌ها وقتی برابر توزیع نمیشه، وقتی منابع به صورت منصفانه اختصاص پیدا نمیکنه، یکی از نکات منفی، یک بار منفی که ایجاد میکنه، متاسفانه بخش عمده از مردم را نسبت به نظام و حکومت عقده‌ای به بار میارن و اینا به هیچ وجه احساس وابستگی به این نظام و حکومت نمیکنن. پس این نتیجه چی میشه؟ نتیجه فاصله ایجاد کردن بین ملت و دولت. زمانی که بین ملت و دولت فاصله ایجاد میشه، در اون صورت است که ما انتظار همکاری از طرف ملت به دولت نداشته باشیم و از طرف دیگه مردم هم و ملت هم انتظار همکاری رو واقعا از دولت ها به اصطلاح ندارن، به خاطر از اینکه روز به روز شما میدانید که فقط ما فرصت ها رو از مردم میگیریم اما برای مردم هیچ گونه سهولت زندگی را فراهم نمی کنیم. وقتی مردم و ملت برای دولت خود دلسوز باشند، در اون صورت است که نظام با آبادانی میرسه. شما مثال های بسیار متفاوت دارین در کشور ترکیه. زمانی که مردم آمدن، یک تعداد آمدن کودتا میکردند، همین مردم بود که نظام را نجات دادند. مقا. مردم آمدن روی پیش تانک ها میخوابیدند که اول وقتی شما میخواین نظام از خود بتین، اول بین ما را بکشین بعد بین. همین کسایی کودتا کرده بودن تعجب کردن که ما با کسای طرف هستیم، ما یک نفر بکشیم، ده نفر بکشیم، صد نفر، این کم با خلق طرف است. چرا؟ به خاطر از اینکه اون نظام ها با مردم خود همکاری کردن، اون نظام ها عدالت اجتماعی را در جامعه شان حاکم کردن، تمام مردم از تمام امتیازات برخوردارن، از سطح رفاه مناسب برخوردارن، از سطح زندگی مناسب برخوردارن. ما متاسفانه در کشور ما با وجودی که ما با مردم همکاری نمی کنیم، از طرف دیگه ما به هر نحوی ممکن امتیازات را، امکانات را از مردم می گیریم. شما می بینید بهانه های متفاوت، نمیفهم کمک هایی وقتی می آید و مسائل متفاوت، فرصت ها وقت فراهم میشه برای مردم کشور، ما تلاش میکنیم به هر نحوی ممکن این فرصت ها را از آدم های غریب و هر دم شهید افغانستان بگیریم. یک تعداد خاصی آدم ها به مقام و دارایی و ثروت میرسن، یک تعداد اکثر جامعه متاسفانه چون هیچ چیزی برای، چون چند چیزی که بسیار در افغانستان امروز مهم شده، بحث وساطت و بحث پول اینا که مردم افغانستان اکثریت ندارند و این است که عدالت اجتماعی متاسفانه هر روز صدمه میبینه و مشکلات جامعه ما روز به روز رو به افزایش است. دقیقاً
نکته بسیار خوب را اشاره کردین استاد. زمانی که ما یک مشت واحد باشیم و اتحاد داشته باشیم، همدیگر پذیری داشته باشیم، عدالت های اجتماعی را در یک جامعه در نظر بگیریم، بدون شک هیچ قدرت نمیتونه که در بین ما خلا ایجاد کنه و باعث نفاق و جنگ و جدال شود در بین ما. و استاد، میشه که در قسمتی از شما بیشتر بدانیم که نقش دولت و قانونی که دولت وضع کرده چقدر به خاطر آوردن عدالت اجتماعی سازنده بوده، تاثیرگذار بوده، تا حالا چقدر روش کار صورت گرفته و چقدر مردم تطبیق کردن؟ ما باید این مطلب را بیان کنیم که قوانین ما مشکل ندارد. ما همانطور که شما هر قوانین را مرور کنین، از جمله قانون اساسی که میثاق ملی یک کشور است، سند وثیقه ملی یک کشور است، در این قانون اساسی به صراحت در ماده 22 بیان میشه که تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان عام از زن و مرد در برابر قانون دارای حق و تکلیف مساوی میباشد. وقتی قانون ما آمده این مطلب در نظر گرفته، بحث حق مساوی و تبعیض را منع کرده بین اتباع افغانستان، مشکل از مجریان قانون ما است، مشکل از قانون ما پس نیست. ما بهترین قانون داریم، اما وقتی در عمل میرسیم، در عمل متاسفانه فقط قانون بالای فقرا قابل تطبیق است، بالای ثروتمندان دیگه تطبیق نمیشه. در حالی که قانون وقتی مثلا شما بحث تمام جرایم رو وقتی شما بررسی میکنید به صورت کلی بیان میشه، یعنی شما به صورت قانون گذار به صراحت بیان میکنه که اگر کسی سرقت میکنه، قتل میکنه، اگر کسی اختطاف میکنه، به صورت کلی نمیگه که وزیر یا رئیس جمهور یا فرد عادی، بلکه تمام اتباع افغانستان، هر کسی که این کار رو میکنه تبعیش مثلا اینقدر مجازات است. اما شما بعدا وقتی در محل اجرا میایین، میبینین که این قانون فقط بالای فقیرها خط به خط تطبیق میشه، بالای ثروتمندان جامعه تطبیق نمیشه. و اینا متاسفانه بسیار یک معضل کلان در جامعه است. قانون خوب درد جامعه ما را دوا نمی کند، بلکه ما به جای قانون خوب نیاز به یک حاکمیت خوب قانون داریم. قانون داشته باشیم، این قانون اجرای خوب داشته باشه، قطعیت خوب داشته باشد. وقتی قانون بالای بخشی از جامعه تطبیق شود، بخش دیگه عقدایی به بار میآیند و بسیار راحت آدم‌ها وقتی در زندان میرن میبینن که ما به خاطر یک جرم بسیار کوچک در زندان آمدیم، اما یک پولدار وقتی یک کسی که واسطه داره، یک کسی که مثلا بخش ثروتمند جامعه است، وقتی اینا جرم انجام میتن اج در زندان نمیآیند، اج اما مجازات تحمل نمیکنن، قانون بالای زیاد تطبیق نمیشه، اینا نسبت به جامعه عقده میگیرن و بار دیگه وقتی از زندان بیرون شدن بازم جرم انجام میتن. و اینا هست که ما به هر نحو ممکن تلاش کنیم که قانون ما بهترین قوانین داریم فعلا، در نسبت به جامعه افغانستان میتونه قانون بسیار خوب باشه، نسبت به شرایط افغانستان قانون خوب باشه، منتها این قانون خوب باید یک اجرای خوب پیدا کنه، یک حاکمیت خوب پیدا کنه، بالای همگان یکسان تطبیق شود. در صورت است که میشه این کار حل شود، عدالت اجتماعی نهاده نشود در جامعه ما. در غیر آن صورت فعلا متاسفانه وضعیت بسیار مناسب نیست. در هر بخش اجتماع فاصله بسیار زیادی بین ملت و حکومت شکل میگیرد. دقیقاً. و بالاخره استاد، در آخر صحبت ها از شما بیشتر در این مورد میشنویم که چطور در کنار دولت ما، قسمی که شما هم در لا بلای صحبت ها اشاره داشتین، ملت همچنان به خاطر که قانون را بالای خود ما تطبیق کنیم و هر شخصی از خود شروع کنه، آغازش از خود ما باشه، چطور بتونیم عدالت های اجتماعی را در نظر بگیریم تا به دور از همه مشکلات، به دور از همه مداخلات که کشورهای بیرونی در افغانستان دارن، بتونیم خود ما مشکلات ما را حل بسازیم و تا حد برش رای حل پیدا کنیم؟ ببینید، وظیفه مردم چی است؟ وظیفه مردم، ما یک مطلب را برای تمام مردم نهادینه بسازیم و آن این که انسانیت مهم باشه برای ما، بدور از تمام تعلقات سمتی، قومی و مذهبی، که از کدام منطقه است، از کدام سمت است، به کدام مذهب مرتبط است، آیا دینش با دین ما همساز است یا نیست، چیزی که قانون اساسی و چیزی که اسلام برای ما خط مش قرار داده. ما متاسفانه شما دیدین در افغانستان، ما یک بخشی از مردم و اتباع افغانستان را که همین هندوها و سیکها بودند، از بس که مشکلات سر از نامت اینا، بالاخره یک تعداد زیادش مجبور شدن کشور را ترک بکنن. بله. در حالی که ما یک جامعه اسلامی هستیم، ما باید همدیگر پذیر باشیم، انسانیت را ملاک قرار بدیم، هم نو بودن را ملاک قرار بدیم، نه هم دین بودن و هم مذهب بودن را. فلانی هم دین است، فلانی هم مذهبی است، هم نو است، فقط در چی؟ در خلقت مانند ما یک انسان است. وقتی انسانیت را شما ملاک قرار بدین، تمام شهروندان یک کشور وقتی انسانیت ملاک قرار بده، دیگه بحث افراط از بین میره. امروز انسانیت ملاک نیست، وقتی افراط پیش میاد، یک تعداد آدما میان و بهانه های متفاوت یک تعداد دیگر میان چی انکار میکنن. وقتی میان مثلا به نظر از اونها شاید رفتاری که شما انجام میدین، این رفتار شاید مثلا خلاف شریعت باشه، خلاف اسلام باشه، و هر مورد دیگر. اگر ما بیایم به این عقیده و باور خود برسانیم که هر کس هر کاری میکنه برای خودش، ما فقط برای ما انسانیت مهم باشه، برای دیگران اذیت آزار ایجاد نکنیم، در اون صورت است که مردم میتونه وظیفه خود در این بخش
اجرا بکنه. بسیار خوب. جهان سپاس استاد از حضورتان. بحث خیلی خوب با شما داشتیم و دقیقاً زمانی که ما میخوایم عدالت را بالای خود ما تطبیق کنیم، آغازش باید از خود ما باشه. بتونیم حق و حقوق خود ما را بشناسیم و آگاه باشیم که ما از چی حق و حقوق برخوردار هستیم در جامعه ما، در خانواده ما، در محیطی که زندگی میکنیم. همچنان مراعات کردن حق و حقوق دیگران تا که بتونیم از خود ما قانونگذاری را شروع کنیم و همچنان بتونیم بالای همه یکسان قانون تطبیق شود. و اگر در اخیر هم گفتنی باقی مانده باشه کوتاه شد. قربان شما، مطالب خوبی بود، بحث بسیار خوبی داشتیم. فقط همین که ما انسان ها به انسانیت احترام قائل شویم. فقط انسانیت ملاک باشد، نه زن بودن، نه مرد بودن، نه هم دین، نه هم مذهب، نه هم تبار و هم قبیله، فقط انسانیت. اگر به انسانیت احترام گذاشتیم، قطعا که با مشکلات افغانستان نقطه پایان گذاشتیم. دقیقاً. چقدر زیبا که ما همیشه بدور از همه تعصبات قومی، جنسیتی، مذهبی، بدور از همه مشکلات، فقط به این ببینیم که ما انسان هستیم و خداوند انسان را اشرف مخلوقات خلق کرده. و چقدر زیبا هست که در مقابل همدیگر ما حس انسان دوستی داشته باشیم و همچنان عدالت هایی که از قانون هایی که هست بتونیم مطابق همون قانون ها پیش بریم تا که یک جامعه خوب داشته باشیم، داری از همه مشکلات، داری از همه جار و جنجال ها، و یک مشت واحد افغانستان خوب در کنار همدیگر زندگی کنیم تا موفق و شاد و کامیار باشیم. سپاس از هر یک شما عزیزایی که تا این دم ما را همراه بوده. ای بود داشته های برنامه امروز رسم زندگی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما را به خداوند پاک می‌سپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.